بخش نخست برنامه هست و حضور یکی از دختر خانمای توانا و با استعدادی را در کنار خود داریم. دختر خانم توانایی که در کل گفته میتونیم از هر انگشتش دیگه یک هنر میباره. امروز حبیبه جان نظری را با خود ما در برنامه داریم، نوجوانی که قرار هست در رابطه با فعالیت‌هایشان و همچنان ای که در لابلای صحبت‌هایشان هم دکلمه‌های زیبایی برای ما و شما خوبان داشته باشه. همونطوری که شما هم آگاه هستین، در حال حاضر خیلی از دختر خانوما هم هستن که که چالش هایی که در حال حاضر سر راهشان قرار گرفته، اما تانستن که فرصت ها را پیدا کنن و خوب بدرخشن. امروز هم در رابطه به این صحبت خواهیم کرد که حبیبه جان مشخصا چه مدت میشه و چه چیزی انگیزه شد و از کجا این علاقه مندی پیدا شد که رو آوردن به دنیای دکلمه کردن. حبیبه جان عرض سلام و درود خدمت خودت، صبحت بخیر و خیلی خوش آمدی. تشکر. اول سلام و درود خدمت تمام هموطنان عزیز و مخصوصا بینندگان تلویزیون راه فردا. من حبیبه نظری هستم، یکی از دانش آموزان مکتب تبسم و صنف پنجم. صنف پنجم، بسیار عالی. بله. که خدا را شکر در حال حاضر خود مکتب میری، درست؟ بله، خود مکتب میرم. بسیار عالی. خوشحال شدم حبیبه جان از اینکه امروز حضور داری در برنامه ما. بیا صحبت داشته باش از درس‌های مکتبت. در حال حاضر خب ما در شب و روزهای امتحانات سالانه هم قرار داریم و امتحانات چگونه سپری میشه و تاکنون چند امتحانت را سپری کردی؟ ما درسای ما فعلا به امتحان رسیدیم، در این وقتا امتحان داریم و امتحان. مضامین امتحاناتش سپری کردیم؟ مضمون پشتو، دری، قرآن و رسم. بله، که تازه دیگه گفته میتونیم که 6 روز از امتحانات سپری شده. بله. و شاید خیلی از بینندگان و شنوندگان عزیزی که همه اکنون بیننده برنامه هم هستن و خصوص دانش آموزان عزیز که می دانند دیگه امتحانات سالانه در کل امتحانات سختی هست نسبت به امتحانات 4 ماه، چون خب به یک فرد نمره بیشتری را بگیره در امتحانات سالانه. حبیبه جان از هم صحبت داشته باش که درس‌های مکتب چطور سپری شد امسال؟ امسال که خود صنف پنجم مکتب هم بودی و پارسالی که صنف چهارم بودی، آیا درس‌ها نسبت به صنف چهارم سخت‌تر شده بود یا هم خیر؟ درسان من سال گذشته که صنف چهارم بودم، امسال صنف پنج شدم، درسا خوب بودن به خاطر که من آمادگی داشتم، از زمستان خوانده بودم و خوب بود، سر سخت نبود، به خاطر که همیشه درس میخواندم کوشش میکردم سخت نمیکردم. بله، چندم نمره هستی؟ در مکتب 3 نمره، 2 نمره، گاهی 3 و گاهی 2، درست؟ بسیار عالی. پس فهمیده میشه که دختر پرتلاشی هستی و تلاش میکنی. حالا از یه صحبت داشته باش که مضمون ریاضی چطور هست؟ آیا مضمون سختی هست؟ مضمون ریاضی یکی از مضمونهای خیلی دلچسب است که اگر آدم درست بخونه و خوب کوشش کنه، دقت کنه، یک مضمونی است که اگر آدم خوب او رو با شوق و علاقه بخونه سخت نیست، اما بعضی کسا میگن ریاضی خیلی مضمون سخت هست به خاطر که اونا دقت نمیکنن و درست نمیخونن. اگر مضمون ریاضی یک سوال که یاد بگیریم دیگه همه سوالا رو میتونیم درست حل کنیم و بخونیم، و اگر مضمون ریاضی مضمون دلچسبی خوبه. بله، مضمون دلچسبی است. پس گفتم میتونیم که این نیازمند تلاش و کوشش خود ما هم هست که بله. فرد خودش چقدر تلاش میکنه. بله. اگر خب سرتیر باشه و بگه این سخت است، این سخت است، خب در کل همون مضمون برای یک فرد مضمون دلچسبی نمیتونه باشه، اما زمانی که تلاش کنه طبعا میتونه که ریاضی هم مضمون دلچسب باشه، درست؟ بله. بسیار عالی. در کناری که خودت فعلا مکتب میری و درس میخونی، حبیبه جان دیگه چه فعالیت هایی انجام میدی؟ چه کارهایی را میکنی؟ من خودم در کناری که مکتب میرم خیلی برای خواندن و برای خواندن دکلمه خیلی علاقه زیاد دارم که میخوایم
جایم رفتی سنف دکلمه یا هم خیر از پیش خودت دیگر شروع کردی به دکلمه و شعرهای را انتخاب میکنی و دکلمه میکنی؟ نه، من هنوز سنف دکلمه نرفتم. پیش خودم شعر انتخاب میکنم و پیش خودم دکلمه میکنم، بعد خوب آمادگی میگیرم، در برنامه های مکتب میخوانم. بسیار عالی. بیشتر کدام شعرها را دوست داری؟ کدام شاعرها را زیاد دوست داری؟ و دوست داری بیشتر کدام شعرها را دکلمه کنی؟ دوست دارم همیشه که خواندم شعر دکلمه کردم در مورد مادر بوده دکلمه هایم، در مورد علم و دانش. بسیار عالی. خوب است که پس ما در حال حاضر یک دکلمه از خودت بشنیم که مطمئنا دوستا هم بی صبرانه منتظر هستن یک دکلمه از خودت بشنن. آماده هستی؟ بله. بفرم. برخیز تا به حرمت قرآن دعا کنیم، برخیز تا به حرمت قرآن دعا کنیم، از عمق جان خدای جهان را صدا کنیم، با ازدحام این همه بود در حریم حق، فکر به حال غربت دینی خدا کنیم، در سوگ صبح همدم مرغ سحر شویم، در صبر غم به سر بلند اقتدا کنیم، باید دوباره قبله خود را عوض کنیم، با خشت عشق کعبه از نو بنا کنیم، جای طواف سجده برای فریب خلق، یک کار خیر محض رضای خدا کنیم، در انتهای کوچه بنبست حسرتیم، باید که فکر عاقبت از ابتدا کنیم، با این یقین که از پس یلدا سحر شود، برخیز تا به حرمت قرآن دعا کنیم، اگر مستضعفی دیدی ولی از نان امروزت به او چیزی نبخشیدی، به انسان بودنت شک کن، اگر چادر به سر داری ولی از زیر آن چادر به یک دیوار خندیدی، به انسان بودنت شک کن، اگر قاری قرآنی ولی در درک آیاتش دچار شک و تردیدی، به انسان بودنت شک کن، اگر گفتی خدا ترسی ولی از ترس اموالت تمام شب نخوابیدی، به انسان بودنت شک کن، اگر هر ساله در حجی ولی از حال هم نوعت سوالی هم نپرسیدی، به انسان بودنت شک کن، اگر مرگی کسی دیدی ولی قدر سری سوزن ز جای خود نجنبیدی، به انسان بودنت شک کن. تشکر. بسیار عالی. خیلی شعر قشنگی، شعر خیلی پر مفهوم برای ما دکلمه کردی. شعر از کی بود حبیبا جان؟ خب نام شاعر به ذهن نیست، ولی در کل شعر خیلی قشنگی بود که برای ما دکلمه کردی. مخواهیم که در رابطه به این هم صحبت داشته باشی، چه چیزی باعث شد که زمان که حالا ما هر کدام ما میخواییم یک کاری را شروع کنیم، نیاز به یک انگیزه ای داریم، نیاز به یک تشویق و نیاز به یک حمایت از بعضی از افراد داریم. اما میخوایم خودت در رابطه به این هم صحبت داشته باشی، این شعری که انتخاب کردی و خواستی در کل رو بیاری و دنیای دکلمه کردن، چه چیزی باعث شد؟ این شعری که دکلمه کردی کردم. اصلا این شعر از اول آماده گرفته بودم، از وقت آماده گرفته بودم، بعد خیلی این شعر دکلمه کردن این شعر خوش داشتم، بعد یک بار در مکتب خوانده بودم. و دوست داشتی که امروز هم در برنامه دکلمه کنم؟ بله، دوست داشتم که امروز در برنامه دکلمه کنم، و وقتی که من این شعر در مکتب دکلمه کردم، همگی فکرشون طرف من، یعنی استاد خیلی میگفت خیلی شعر خوب بود و خیلی من تشویق کردن و باعث شد که این شعر در تلویزیون هم دکلمه کنم. بسیار عالی، واقعا شعر خیلی قشنگی.
بود. حبیبه جان، در رابطه به این هم صحبت داشته باش، دکلمه کردن را از دوران کودکی دوست داشتی یا هم زمانی که بزرگ شدی و سایر افراد اشخاص را دیدی در کنارت که دکلمه میکنن، صدای خوبی دارن و این گونه شد که خودت هم رو آوردی به دنیای دکلمه کردن؟ من از کودکی همیشه مثلا هر شعری که در موبایل در تلفن گوش میکردم، بعد او را خودم حفظ میکردم، میخواندم، بعد خیلی دوست داشتم که بخوانم. همیشه هر جایی که بودم همیشه میخواندم. بعد وقتی که کلان شدم، در مکتب رفتم، بعد از او همیشه در هر و وقت دیگه خیلی علاقه من در دکلمه کردن خیلی زیاد شد و در هر برنامه که در مکتب اجرا میکردیم و کسی که دکلمه میکرد در برنامه خودم بودم. بعد دمی خیلی با انگیزه شدم که همیشه دکلمه میخوانم، چون هر وقتی که دکلمه میخواندم استادم خیلی ما رو تشویق میکرد. بعد خیلی با انگیزه شدم که دکلمه کنم. دقیقا، تا جایی که من هم آگاهی دارم خود دختر خیلی پرتلاشی هستی. از یه هم صحبت داشته باش، در اوقات بیکاری، زمانی که خب درسای مکتب را میخوانی، تمام میکنی و سایر کارهای خانه را هم که مطمئنن انجام میتی، در اوقات بیکاری بیشتر چه کارهایی را انجام میتی؟ در اوقات بیکاری بیشتر همیشه در فکر هستم که دکلمه پیدا کنم و از دکلمه پیدا میکنم. شعر پیدا کنی تا دکلمه کنی، درست؟ شعر پیدا میکنم تا دکلمه کنم و او رو مینویسم بعد دکلمه میکنم. بله، با مطالعه کردن چطور هستی؟ گاهگاهی مطالعه هم میکنی؟ بله. یا هم خیر؟ بله، گاهگاهی مطالعه هم میکنم. کدام کتاب ها رو بیشتر دوست داری که مطالعه کنی؟ زیادتر کتاب های داستان زیاد دوست دارم. مثلا داستان در مورد کدام موضوع که باشه من دکلم چی بخوانی و مطالعه کنی. بسیار عالی. اگر بخوای در رابطه به علم و دانش صحبت داشته باشی حبیبه جان، که من تا جایی که آگاهی دارم خودت خب در برنامه های مکاتب هم سهم میگیری، جدا از این که دکلمه میکنی، گاهگاهی مقاله هم مینویسی و صحبت هم میداشته باشی، در رابطه با علم و دانش هم میخوایم از خودت بشنویم. در رابطه با علم و دانش، علم و دانش اگر کسی که علم و دانش نداشته باشه مثل یک آدم کورواره که هیچ، اصلا مثل یک آدم کورواره هست. و علم و دانش بر هر زن و مرد مسلمان باید، هر زن و مرد مسلمان باید علم و دانش داشته باشن. اگر علم و دانش نداشته باشیم، مثلا کدام جای اگر بریم اگر علم و دانش نداشته باشیم ما نمیتونیم مثلا راه خدا پیدا کنیم. اگر علم و دانش داشته باشیم بسیار یک آدم فهمیده، بسیار آدمی خوب. اگر علم و دانش ما اگر علم و دانش بیاموزیم میتونیم به یک جایی برسیم و به موفقیت کسب کنیم و در برسیم و به آرزوهای خود برسیم. دقیقاً. خب جدا از این صحبت ها، در کارهای خانه چطور هستی؟ کدام کارها را خوب بلد هستی؟ در کارهای خانه کمی دقیقه شاید دیگه مادر جان بیننده و باشن و ای که دیگه راستش برای ما بگی. در کارهای خانه هیچ سهم میگیری با مادر جان؟ بله، صد در کارهای خانه سهم میگیرم. کدام کارها رو خوب بلد هستی انجام بدی؟ کارهای خانه رو بکنم؟ بله. کارهای خانه، من آشپزی رو دوست دارم و آشپزی میکنم. خوب بلدم آشپزی رو. بسیار عالی. و دیگه هم تو کارهای خانه راست همش انجام میدی، هم کلگیش دیگه انجام میدی، درست؟ بله. بسیار عالی. ما دوست داریم که یک شعر دیگه هم از خودت بشنویم، دکلمه کنی بر ما، که در کل شعرهایی که انتخاب میکنی شعرهای فوق‌العاده عالی هست. اگر آماده باشی یک دکلمه دیگه هم از تو بشنویم. هم رازان و هم نفسان، درود و سلامتان باد. سلام بر تو که خود را باور داری، سلام بر اندیشه توانایی تو، سلام بر دستان خلاق و سازنده ات، سلام بر پای استوارت که با این که تا انتهای استادگی استاده است. تو را می ستایم و دستان پرمهرت را می فشارم. بسیار عالی. فکر کنم که این صحبت ها کلن برای معلمان گرامی بود، درست؟ بله. بله.
بسیار عالی. من خوشحال شدم از حضورت حبیبه عزیز. امروز در برنامه ما حضور پیدا کردی، صحبت های خیلی خوبی برای ما داشتی. میخوام در رابطه به هدف و پلان آینده هم صحبت داشته باشی، اینکه حبیبه ما دوست داره در آینده چه کار شده. ما میخوایم که در آینده یک کسی شوم، برای خود یک کسی شوم و برای جامعه یک کسی شوم تا بتونم برای خود یک کسی شوم و هم برای جامعه خدمت کنم. و میخوایم در آینده، آرزوی من است که در آینده یک وکیل شوی. انشالله بسیار عالی، هدف بسیار بزرگی هست، اما نیازمند تلاش و کوشش و پشت کار خودت هم هست که تلاش کنی، زحمت بکشی. به گفته عامیانه ما دیگه بیخوابی ها رو باید بکشی، درست؟ بله. تا که به این هدف بزرگت برسی. حبیبه جان، پیامت برای دوستانت و کسانی که همی اکنون خودت هم میبینن چی هست؟ میشنیم از خودت. پیام ما برای همه دوستایی است که همیشه برای همه دوستا پیام است که همیشه کوشش کنن تلاش کنن و پشت کار داشته باشن و همیشه کوشش کنن تا به آرزوهای خود برسن. بله، خیلی عالی. خیلی سپاس از حضور خودت، از اینکه امروز در برنامه ما اومدی، ما را خوشحال کردی. انشالله که در همه امورات زندگیت موفق باشی، به خصوص در عرصه تحصیل.